به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب بالاخره مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم برای حادثه کرمان منتشر شد که به این شرح هست: یک دستگاه اطلاعاتی سرنخ‌های به دست آمده از این عملیات تروریستی را با سرعت پیگیری و عاملین مزدور آن را شناسایی و معرفی نمایند. دو، نقش مغزهای مفسدی که همواره با حمایت از تروریست‌ها در هدف قرار دادن کور زنان و مردان و کودکان بیگناه در نقاط مختلف جهان نقش آفرین بودند در این حادثه به طور دقیق شناسایی و گزارش نمایند. و سه، دستگاه‌های زیرب نسبت به پیشبینی و پیگیری و برخورد قاطع با عاملان و مجازات عادلانه یا عامران یا پشتیبانان این جنایت اقدام نمایند. دوستان دقت داشته باشین، یه سری از عزیزان خیلی عجله دارن، همه مثل هم هستیم، همه عجله داریم، ولی اینو یادتون باشه همینجوری الکی و یهویی نمیشه دست به اقدام زد. یه سری شواهد باید به دست بیاد که دست ایران تو جوامع بین المللی پر باشه، صرفا به چند تا گمان زنی و تحلیل از فضای مجازی نمیشه. اینو گفتم که در جریان باشین تعلل واسه چیه. در همین زمینه فرمانده کل انتظامی کشور هم دقایقی پیش اعلام کرد در این حادثه تروریستی پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که باید در ابعاد مختلف احصا شود. در این زمینه ضمن واکاوی دقیق این حادثه تروریستی خود را خادم و جانفدای مردم می‌دانیم. مردم عزیز کشور ضمن حفظ هوشیاری در مقابل هجمه‌های آشکار و پنهان دشمنان میهن عزیزمان، هر گونه مورد خاص و مشکوک را به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی گزارش دهند. همزمان با این اقدامات از طرف نیروهای اطلاعاتی و مسلح کشور، یه سری ابله واقعا نمیدونن بر چه اساسی دارن بر تبل خود تحقیری میکوبن و یه سره یاوه‌گویی میکنن که کار خودشونه. بابا چتونه واقعا؟ کوری نمیبینین تک تک مدرک ها داره بر علیهشون رو میشه؟ غزه رو نمیبینین واقعا؟ حتی خودشون هم به طور غیر مستقیم دارن اعتراف میکنن و از هر ابزاری که دم دستشونه واسه تبرئه استفاده میکنن. اون وقت کار نظامه؟ مثلا در آخرین مورد، بعد از اظهارات وزیر خارجه و جان کربی، یکی دیگه از مقام های ارشد آمریکا گفته که حادثه کرمان تروریستی به نظر میرسد، واقعا همان نوعی که داعش در گذشته انجام میداد. ده آخه اینم که دست پرورده خودتونه. البته عزیزان، در مورد واکنش مزدوران نسبت به حادثه تروریستی کرمان اصلا نباید تعجب کنیم. چرا؟ این کلیپ رو مشاهده بفرمایید. پس خانم معمار صادقی، اگر درست متوجه شده باشم، اگر مردم ایران شما به این باور برسید که توان سرنگونی مسالمت آمیز جمهوری اسلامی رو ندارند یا به جایی برسن که نخواهند داشت مثل مثلا کره شمالی، اون موقع به نظرتون حمله نظامی مشروع خواهد بود؟ 100% مشروع خواهد بود. تو این فاصله چند ساعته من و دوستا رفتیم صفحات 90%شون رو چک کردیم. همه از کشته شدن بیش از 85 نفر از هموطنانمون لال شدن، خفه خون گرفتن، برخی هم حتی خوشحالن. چه کسانی؟ همونایی که یه سال کشور رو به آشوب کشیدن، یه سال مردم رو مجبور کردن عزادار و سیاه پوش باشن. بیریشه ها فقط با کموله ها و تروریست ها هموطنن. در همین راستا بد نیست این توییت ها رو هم ببینین، واقعا برای ما دیگه رمقی نمونده. خودتون اگه دوست داشتین وقاحت اینا رو تو همین چند جمله ببینین. وقتی جماعت کفتار آدمخور آرزو دارن 1 میلیون انسان رو یک جا ترور کنن، براندازه ایرانی روی هرچی جنایتکاره رو سفید کردن که حاضرن هموطنانشون رو به دلیل اختلاف سلیقه سلاخی کنن. یه نمونه دیگه هم ببینیم همینجا. صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، تماشا کنین که حمله تروریستی به مردم بیگناه در کرمان هیچ اهمیتی واسه این جماعت مدعی حقوق بشر نداره. حالا جالبی داستانم اینه که خود غربی ها هم بعضی هاشون از این اقدام شوکه شدن و محکومش کردن، اما این جماعت جواب با شما، من واقعا قفلم. فعلا بریم ببینیم جنرال بازنشسته ارتش تونس در مورد این حمله تروریستی چی میگه. این همیشه روش آنهاست، فقط چند باری بعد از عملیات ها اعتراف کردن که این کار ما است، چون نمیخواهند کار به شورای امنیت سازمان ملل بکشد و اینکه مورد بازخواست قرار بگیرند و این حرفا. ببینید، بیشترین چیزی که این اراذل صهیونیست بلد هستند و تاکید میکنم بیشترین چیزی که اینها به بهترین شکل بلد هستند، خیانت و نابکاری و ترور است. در این کارها درجه یکن که 500 هزار مزدور در سراسر جهان داشته باشند و به آنها حقوق بدهند و فکر نکنم هیچ کشوری در جهان این گونه باشد.
دقت داشته باشین دوستان، ایشون جنرال هستن و با این سنش داره چنین حرفایی میزنه. اون وقت برانداز بزمغز از زیر پتو میگه کار خودشونه. ولی به کوری چشم این جماعت و اربابان، مردم غیور ایران یه بار دیگه ثابت کردن که گول این فتنه ها رو نمیخورن. این شما و اینم تصاویری به یاد ماندنی از چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در مصلای تهران تنها 24 ساعت بعد از حمله تروریستی در کرمان. لازم به ذکر که دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای هم در اقدامی نمادین جهت ادای احترام به شهدای حمله تروریستی در کرمان، پرچم این سازمان را به حالت نیمه برافراشته قرار داد. این اتفاق حتی برای خود چینی ها هم پیام اخطاری رو به همراه داشته که دیگه فرصت وقت تلف کردن واسه مبارزه با بلوک غرب ندارن. در همین راستا جانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای ته پیامی به آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشور ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی کرمان با خانواده قربانیان همدردی و از تلاش‌های دولت ایران برای مقابله با تروریسم حمایت نمود. حرف از تروریسم شد، اونم تروریسم بین‌المللی. عرض شود که رسانه‌ها و منابع امنیتی عراق ساعاتی پیش از کشته شدن چند عضو ارشد هشت شعبی در حمله پهبادی به بغداد خبر دادند. رسانه‌های عراقی گزارش کردند دو فرد کشته شده از فرماندهان عضو النجبا بودند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از مقام‌های امنیتی عراق گزارش می‌دهد که سه فرمانده هشت شعبی در این حمله به یکی از مقرهای فرماندهی این گروه در شرق بغداد کشته شدند. گروه النجبا گفته که ارتش ایالات متحده آمریکا عامل این حمله لیگ پهبادی بوده. در همین راستا سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق سرتیپ یحیی رسول امروز به حمله پهبادی به یکی از مقرهای سازمان هشت شعبی عراق در بغداد واکنش نشون داد و تاکید کرد که در این حمله که نقض آشکار حاکمیت و امنیت عراق بود، یک فروند پهباد با هدف قرار دادن یکی از مقرهای امنیتی در پایتخت بغداد اقدامی را انجام داد که هیچ تفاوتی با اقدامات تروریستی نداشت. همزمان با این اظهارات، نیروهای هشت شعبی هم پس از حمله پهبادی آمریکا در تمام مقرهای خود در سراسر عراق اعلام آماده باش 100% کردند. همراستا با مقاومت عراقی، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد در راستای حمایت از ملت فلسطین، سه پایگاه دیگر نظامیان صهیونیست را در شمال فلسطین هدف قرار داد. تمام اینها رو گفتم دوستان که آگاه باشین یه وقت خدای نکرده فریب بازی‌های رسانه‌ای غرب و مزدورانش رو نخورین. هم خودتون آگاه باشین، هم دور و وریاتون رو آگاه کنین. زمان به شدت تنگه و تحولات به سرعت داره اتفاق میفته. به هر طریقی میتونین وظیفتون رو انجام بدین، حتی با فرستادن همین ویدیو واسه آشناهاتون. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیو دیگه در پناه حق باشین.